نگاهی به شاه، نوشته عباس میلانی، قسمت 47. بر اساس تحلیل شورای امنیت ملی آمریکا در آن زمان، در ایران طبقه متوسط تحصیل کرده‌ای در حال رشد است و پایگاه اصلی مخالفین شاه را همین گروه تشکیل می‌دهند. شمار روزافزونی از اعضای این طبقه نظام فئودالی حاکم بر مملکت و امتیازات ویژه طبقه حاکم را برای عصر جدید منسوخ می‌دانند. تاریخ تدوین این گزارش 1958 1337 بود، ولی بیش و کم عین همین عبارات را بعدها هم سفارت آمریکا و هم سفارت انگلیس در تبیین ریشه های انقلاب به کار بستند. شگفت این که گزارش 1958 را می توان و به گمانم می باید به خاطر دقتش در ارزیابی اوضاع و پیشبینی بر آن ستایش کرد، ولی حدود 20 سال بعد، هنگامی که ایران در اوج انقلاب و رژیم شاه در آستانه سقوط بود، CIA نه تنها از پیشبینی این تحولات غافل ماند، بلکه از درک ابعاد ماجرا هم عاجز بود. چند ماه پیش از سقوط شاه، CIA در تحلیلی مدعی شد که ایران حتی در مرحله پیش از انقلاب هم نیست. اتفاقاتی که در سال 1958، 1337 و چند سال بعد رخ داد، می توانند ما را در درک چرایی این عجز تحلیلی در سال 1978-1357 و ژرفبینی نسبی تحلیل‌های همان دولت در 1958 یاری کند. اسنادی که در چند ماه پس از چاپ روایت این انگلیسی کتاب برای نخستین بار علنی شد، به ویژه تحلیل رسمی دولت انگلیس در سال 1979 در باب علل ناتوانی آن دولت در پیشبینی سقوط شاه، به خوبی نشان می‌دهد که علل مشابهی هر دو کشور را از درک و پیشبینی ریشه های انقلاب باز داشت. در سال 1958-1337 دولت آمریکا به حدی از ابعاد نارضایتی در میان طبقه متوسط ایران و از پیامدهای بالقوه آن نگران شد که به ارزیابی جدی سیاست خود در ایران دست زد. دولت مردان آن زمان آمریکا می‌خواستند بدانند که آیا آمریکا باید کماکان از شاه و رژیمش حمایت کند؟ تالی این پرسش این بود که بدیل شاه کیست و سیاست آمریکا در مقابل چنین بدیلی چه باید می بود؟ به طور مشخص جلسه 9 سپتامبر 1958، 18 شهریور 1337 شورای امنیت ملی آمریکا به بحث و گفتگو پیرامون دقیقاً همین پرسش‌ها تخصیص داده شد. شورا به این نتیجه رسید که آمریکا باید کماکان از شاه حمایت کند، ولی در عین حال باید تمامی هم خود را مصروف این بدارد که شاه را به انجام اصلاحات لازم تشویق و ترغیب کند. از جمله اصلاحاتی که در آن جلسه مورد بحث و تأکید قرار گرفت، اصلاحات ارضی و اصلاح نظام مالیاتی در مملکت بود. در عین حال به مقامات آمریکا سفارش شد که در گفتگوهای خود با شاه پیرامون ضرورت این اصلاحات زیاده از حد فشار نیاورند، مبادا شاه از لحن صحبتشان برنجد و به خشم آید. برای شاه یکی از نخستین مشکلات جدی که در سال 1958-1337 با آن روبرو شد، پخش نامه محرمانه و خصوصی بود که گویا جان فاستر دالاس، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، به سلدن چپین، سفیر آمریکا در ایران نوشته بود. از مضمون نامه دالاس برمی‌آمد که چپین تقاضا کرده بود که به پست دیگری در کشوری دیگر منتقل شود. دالاس در جواب با لحنی سخت، بی‌پیرایه و بی‌پروا، در عین تأکید بر اینکه چپین باید در مقامش باقی بماند، نوشته بود: همانطور که خوب می‌دانید، ما هیچ توهمی درباره جنم شاه به عنوان یک سیاستمدار نداریم. او مدعی است کوروش زمان است. در واقع به هیچ وجه صلاحیت چنین ادعایی را ندارد. شاه میبایست از مدتها پیش میپذیرفت که باید سلطنت کند، نه حکومت. اشارتش به ضرورت برگرفتن برخی سیاستهای صرفا ناسیونالیستی و نیز تهدیدهای تلویحیش
درباره امکان تجدید نظرش در مواضع کنونیش نشان می‌دهد که توانایی‌های او در مقام یک سیاستمدار همسنگ توانایی‌هایش به سانی یک شوهرند. کمی پس از پخش نسخه‌های از نامه در ایران، نخست وزیر ترکیه بیش و کم مضمون نامه را تکرار کرد و نتیجه گرفت که وضعیت ایران بی‌ثبات است. شاه پس از شنیدن اینکه بنگاه‌های خبررسانی نظرات نخست وزیر را به نقاط عالم مخابره کرده‌اند، به جد به خشم آمد. نگران مقاصد پشت برده آمریکا بود، اما گویا خشم و اضطراب شاه بی اساس و بدون علت واقعی بود. کاشف به عمل آمد که نامه دالاس به چپین جعلی است. نظرات انتقادی نخست وزیر ترکیه واقعی بود، اما نامه جعلی دست کم به گمان شاه کار روسها و کاگبه بود. واقعیت این است که دست کم تا کنون معلوم نشده که چه کسی و چرا نامه را جعل کرد. آنچه به ماجرای نامه جعلی ابعادی سخت جالب و قابل تأمل می بخشد، این واقعیت است که چند ماهی پس از پخش این نامه، شاه با کودتایی روبرو شد که اهدافش بیش و کم عین همان عباراتی بود که در نامه مجعول دالاس آمده بود. یعنی این خواست که شاه باید سلطنت کند، نه حکومت. حتی اشاره نامه به مسائل زناشویی شاه هم بی اساس از آب در نیامد. کودتایی که می‌خواست شاه را به تبعیت از قانون اساسی و سلطنت کردن وادارد، به ماجرای قرنی شهرت گرفت. ماجرای قرنی تبلور سرطانی بود که یکی از ارکان رژیم شاه را از درون تضعیف می‌کرد. شاید هم جنبه‌ای از راز پیروزی انقلاب اسلامی را هم بتوان در ابعادی از این ماجرا سراغ کرد. روابط قرنی در زمان کودتایش و نیز در سال‌های بعد آشکارا نشان می‌دهد که شبکه‌های از نیروهای اسلامی از همان زمان مشغول فعالیت بودند، ولی اهمیت اصلی ماجرا از جنبه دیگر است. بیش و کم اتفاق نظر هست که ارتش و ساواک دو رکن اصلی قدرت رژیم شاه بود. شگفت این که از 7 فرمانده مهم امنیتی دوران شاه، بختیار، پاکروان، نصیری، مقدم که هر کدام برای چندی رئیس ساواک بودند و نیز فردوس و علوی کیا که معاونان ساواک بودند و قرنی که رئیس رکن دو بود، 5 نفر از آنها، بختیار، علوی کیا، مقدم، فردوس و قرنی، به نوعی به توطئه علیه شاه یا همدستی با مخالفان شاه متهم شدند. پاکروان بیشک فرهیخته ترین رئیس ساواک بود، ولی ریاستش تنها 4 سال دوام پیدا کرد. نصیری که هرگز کسی او را به تیز هوشی متهم نکرده بود و ظاهراً تنها علت برگزیده شدنش به ریاست ساواک وفاداری مطلقش به شاه بود، نزدیک 14 سال ریاست این نهاد کلیدی قدرت را در دست داشت. ولی مهمتر این که به رغم مقامش به عنوان رئیس سازمان اطلاعات کشور، نصیری هرگز نمیخواست خبری بدهد که خاطر مبارک ملوکانه شاه را مکدر کند. از این 7 فرمانده تنها تیمسار علوی کیا توانست زندگی طبیعی داشته باشد. همه دیگر فرماندهان امنیتی سرانجامی خشونت بار داشتند. 3 نفر از آنها، پاکروان، مقدم و نصیری، در دادگاه انقلاب اسلامی اعدام شدند. بختیار به دست ماموران ساواک در عراق به قتل رسید. قرنی که برای مدت کوتاهی نخستین رئیس ستاد ارتش رژیم خمینی بود، به دست گروه مشکوک به نام فرقان بعد از انقلاب مقتول شد و سرنوشت فردوست کماکان در حالی از افسانه و شایعه در پیچیده است. از این 7 فرمانده دست کم 2 نفر متهم شدند که علیه شاه قصد کودتا داشتند. در سال 1958 قرنی به این اتهام بازداشت شد. جالب این که به رغم جدی بودن اتهام کودتا علیه شاه، قرنی صرفاً به 3 سال زندان محکوم شد. پس از آزادی از زندان، قرنی به شدت تحت مراقبت دائمی ساواک قرار گرفت. تلفنش شنود می شد. منزلش زیر نظر بود و رفت و آمدهایش همه به ساواک گزارش می شد. همین گزارش ها مؤید ابعاد گسترده حمایت مردم از قرنی است. برای مثال ماموران کلانتری محل گزارش کردند که در چند روز اول بعد از رهایی قرنی از زندان 300 دست گل به منزلش فرستاده شده بود. این تعداد دست گل به ویژه از آن رو قابل توجه است که قاعدتاً در آن روزها همه می‌دانستند که منزل قرنی تحت نظر است و ارسال گل به منزلش چه بسا اسباب دردسر فرستنده را فراهم کند.
می دانستند که فرستادن گل نوعی دهنکجی به رژیم شاه است. مهمتر این که از همین اسناد در میابیم که قرنی از همان زمان با شخصیت‌های مذهبی که بعدها نقش کلیدی در انقلاب اسلامی بازی کردند تماس و ارتباط سیاسی داشت. شواهدی حتی نشان می‌دهد که او در زمان کودتای نافرجامش هم با محافل مذهبی در تماس بود. برای مثال سفارت انگلیس در آن زمان در گزارشی خبر داد که امام جمعه که برگزیده شاه است با این حال ریاست گروهی را به عهده دارد که قرنی با آنها در تماس بود. وقتی شاه بران شد که برخی از روحانیونی را که با قرنی همراهی کرده بودند تبعید کند، بروجردی سخت عصبانی شده بود و تهدید کرده بود که در صورت تبعید این روحانیون او نیز کشور را ترک خواهد گفت. همدستان قرنی تبعید نشدند و بروجردی هم تهدید خود را عملی نکرد. ولی‌الله قرنی در تهران و در سال 1913-1292 زاده شد. خانوادهش مذهبی و از طبقه متوسط بود. 17 ساله بود که به ارتش پیوست. در دانشکده افسری جزء برجسته ترین دانشجویان بود. درس‌هایی که در زمینه اطلاعات و ضد اطلاعات در دانشکده گرفت، سرنوشت حرفه‌ایش را تعیین کرد. این روزها دستگاه تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی برانند که از قرنی شهیدی بسازند که از جوانی سخت مذهبی بود و هرگز از راه تقوا و دینداری خارج نشد. اما کسانی که با او در دانشکده هم دوره بودند روایتی دیگر دارند. میگویند جوانی خوشگذران بود و همراه دیگر افسران جوان همکلاسش به انواع و اقسام تفریحات مألوف آن زمان افسران جوان رغبت نشان میداد. در سالهای آغازین خدمتش در ارتش فعالیتی خارق عادت نداشت. به تدریج مراتب ترقی را طی می‌کرد. ولی برای او نیز چون بسیاری از همکلاسی‌هایش حوادث 28 مرداد نقشی تعیین کننده در تعیین چند و چون ترقیشان در ارتش بازی کرد. در آن زمان او فرمانده ارتش رشت بود که از واحدهای مهم نیروهای مسلح به شمار می‌رفت. از آغاز رخدادهای 25 مرداد او وفاداری خود را به شاه ثابت کرد و هرگز تزلزلی در این راه نشان نداد. به همین خاطر بعد از بازگشت شاه او هم مانند دیگر فرماندهانی که به شاه وفادار مانده بودند به سرعت نردبان ترقی را طی کرد. طولی نکشید که به سمت معاون فرمانده ستاد کل ارتش منصوب شد. میزان اطمینان شاه به قرنی در حدی بود که در آن ماه‌های حساس شاه او را به ریاست رکن دو ارتش برگمارد. در آن زمان که هنوز ساواکی در کار نبود، ریاست رکن دو ارتش مهمترین مقام امنیتی مملکت به شمار می رفت. به عنوان رئیس رکن دو، قرنی بارها به آمریکا سفر می کرد. در یکی از این سفرها بود که او طرح کودتای خود را در انداخت. گویا در همان سفر با علی امینی که سفیر ایران در آمریکا بود هم دیدار کرده بود. گرچه امینی بعدها منکر این دیدار شد، ولی طرح قرنی این بود که بعد از کودتا امینی را به سمت نخست وزیری برگمارد. حتی سیاهی از وزرای دیگر کابینه هم تدارک دیده بود. خود قرنی قرار بود وزارت کشور را اداره کند. انگیزه قرنی در تدارک چنین کودتایی چندان روشن نیست. برخی بر آن گمانند که شاید انگیزش انتقام جویی بود. میخواست از آنچه به گمانش بی‌حرمتی و حق ناشناسی شاه نسبت به خدمات او بود انتقام بگیرد. مثل ایاگو در نمایش اوتلو، او نیز گمان داشت که حقش را خوردند و کسی دیگر را به جای او و صرفاً به خاطر زد و بندهای سیاسی به مقامی که او شایستش بود برگماردند. وقتی ساواک در سال 1957 بر اساس طرحی که آمریکا توصیه کرده بود تأسیس شد و به کمک مستشاران آمریکایی و انگلیسی و بعدها اسرائیلی به راه افتاد، قرنی خود را مستحق ریاست این سازمان می دانست. بیش از افسران دیگر تجربه اطلاعاتی داشت و در این زمینه دوره‌های متعدد دیده بود. ریاست رکن دو را هم برای مدتی به عهده داشت و به همین خاطر تردیدی نبود که شاه به او اطمینان کامل داشت. بسیاری از افسران اطلاعاتی آن زمان هم دست کم به گمان قرنی از انتصاب او به ریاست ساواک جانبداری می کردند. ولی به رغم همه این عوامل مساعد، قرنی رئیس ساواک نشد. گمانش این بود که مستشاران انگلیسی رأی شاه را زده بودند. گفته بودند اولین رئیس ساواک باید شخصی پرجذبه باشد و تیمور بختیار را مناسب تر تشخیص داده بودند.
قرنی شکست خود را در این زمینه نتیجه توطئه و بدخواهی شاپور رپورتر رئیس سازمان اطلاعات انگلیس در ایران می دانست. در نتیجه این باور بود که روابط قرنی و رپورتر تیره شد. قرنی از مقام خود در رکن دو استفاده می کرد تا اطلاعات بالقوه زیان بخشی علیه رپورتر جمع‌آوری کند. وقتی این شایعه به گوشش رسید که در برخی مسائل جزئی مالی رپورتر سوء استفاده هایی کرده، نه تنها بران شد که اطلاعاتی در این زمینه فراهم کند، بلکه بعد از مدتی با یکی از مقامات سفارت انگلیس دیدار کرد و اطلاعاتی را که علیه رپورتر گرد آورده بود با آن مقام در میان گذاشت. گویا رپورتر از این خبرچینی قرنی خبردار و براشفته شده بود. منتظر فرصتی بود تا به تلافی به قرنی ضربه‌ای وارد کند. رخدادهای فوریه 1958-1336 گویا دقیقاً چنین فرصتی را در اختیارش گذاشت. ناگفته پیداست که اگر در آن زمان رقابت پشت پرده سختی بین آمریکا و انگلیس در ایران در جریان نبود، رپورتر هم فرصت تلافی جویی پیدا نمی کرد. در ژانویه 1958-1336 جان فاستر دالاس، وزیر امور خارجه آمریکا و معاونش ویلیام برانتری قصد سفر به ایران داشتند. قرار بود با شاه هم ملاقات کنند. قرنی به این نتیجه رسید که سفر این دو فرصت را برای طرحی که در انداخته آماده می کند. در 22 ژانویه 1958، دوم بهمن 1336، بنا به دعوتش سه مقام مهم سفارت آمریکا، فریزر ویلکینز، مستشار سفارت، سرهنگ باسکا و سرگورد بران در منزل اسفندیار بزرگ مهر با قرنی ملاقات کردند. شرح کامل مذاکرات این جلسه هنوز هم به طور کامل علنی نشده. در صفحه اول سند این عبارت به چشم می‌خورد: حساس، مستلزم احتیاط ویژه، قابل رویت کشورهای دیگر نیست. روایت خلاصه شده مباحث آن روز قابل دسترسی است و عین عباراتش به شرح زیرند. قرنی و بزرگمهر گفتند: الف، دولت کنونی فاقد پایه و محبوبیت توده ایست و منفور مردم ایران است، به ویژه منفور گروه‌های حرفه‌ای و روشنفکر جامعه. شوروی آشکارا مشغول بسیج نیرو و جلب ملت ایران است و همین خاطر به قول قرنی تغییر دولت امری ضروری است. ب. بزرگمهر از طرف قرنی اعلام کرد که گروهی متشکل از 2000 روشنفکر از آنها حمایت می کنند. از این گروه 1200 نفرشان تحصیل کرده آمریکا هستند و بقیه در کالج آمریکایی تهران به مدرسه رفتند. جیم می گفتند که نیروی خارج از ایران باید به شاه تفهیم کند که باید سلطنت کند نه حکومت. مرادشان این بود که وزیر امور خارجه دالاس در دیدارش با شاه باید از او بخواهد که این شرط را بپذیرد. در هیچ جای این گزارش روشن نشده که چرا سه مقام عالی رتبه آمریکایی با کسی چون قرنی، آن هم در شرایطی که از آن بوی توطئه می آمد، ملاقات کردند. این نکته را هم توضیح نمی دهند که چرا به رغم وحدت ظاهریشان با شاه، هرگز او را از توطئه‌ای که یکی از افسران برجسته ارتش علیهش تدارک دیده بود خبردار نکردند. 9 روز بعد از جلسه تهران، بزرگمهر که در واقع همکار اصلی قرنی در طرح کودتا بود، به شهر آتن سفر کرد و در آنجا با ویلیام رانتری ملاقات داشت. در این جلسه بزرگمهر به این نکته اشاره کرد که در ایران امروز آزادی به مراتب کمتر از دوران مصدق است و دولت کنونی فاقد هر گونه قدرت است. بزرگمهر در این حال به مسئله دیگری که میبایست شاید بیش از هر نکته دیگر مورد توجه مقامات آمریکایی قرار میگرفت اشاره کرد. میگفت شاه و حکومتش موضع خود را در مقابل شوروی تغییر دادند و نرمتر کردند و این خطر به جد وجود دارد که ایران از شوروی مجموعه عظیمی از کمک دریافت کند. اتفاقاتی که در طول ماه‌های بعد از این دیدار رخ داد نشان می‌دهد که ادعای بزرگمهر در باب نرم‌تر شدن موضع شاه نسبت به شوروی یکسره بی اساس نبود. در تهران قرنی که می‌دانست دشمن فراوان دارد و هر لحظه ممکن است یکی از رقبا برای برانداختنش چیزی علیهش به شاه بگوید، برای خونسا کردن خدعه رقیبان و بیخبر نگه داشتن شاه و دیگر مقامات امنیتی در مورد طرح کودتایش فکری بدی به ذهنش رسید.
طرحی بود که هم امکان توطئه رقیبانش را خونسا می کرد، هم تدارکات کودتا را امری طبیعی جلوه می داد. به شاه گفت که شایعاتی در مورد طرح کودتا شنیده. از شاه اجازه خواست که در میان برخی از طراحان بالقوه کودتا شایع کند که او قصد کودتا دارد. می گفت از این طریق همه کسانی که در فکر کودتا هستند به دام می افتند و شناسایی می شوند. طرحی پرحیله و بدی بود. شاه را آماده می کرد تا هر گزارش علیه قرنی را به سان بخشی از دامی که او خود برای مخالفان چیده بود نادیده بگیرد. ولی همه محاسبات ماکیاولوار قرنی نقش بر آب شد. انگار حضور کماکان قدرتمند دستگاه اطلاعاتی انگلیس در ایران را نادیده گرفته بود. فراموش کرده بود در این دستگاه پرقدرت رپورتر با قرنی خورده حسابی داشت و برملا کردن طرح کودتا هم موضع انگلستان را نزد شاه تقویت می کرد و هم تلافی تحریکات قرنی علیه رپورتر بود. هنوز قرنی و همدستانش در آغاز تدارک کودتای خود بودند که همه دستگیر شدند. در 27 فوریه 1958، 8 اسفند 1336، دولت ایران بیانیه‌ای صادر کرد و از بازداشت 39 ایرانی از جمله تیمسار قرنی خبر داد. در بیانیه به لحنی تند گفته شده بود که دستگیر شدگان قصد برانداختن دولت را داشتند و با یک دولت بیگانه همراهی داشتند. به گفته سفارت انگلیس در تهران، انگار همه می‌دانستند که دولت بیگانه مورد اشاره آمریکاست و لا غیر. سفارت انگلیس معتقد بود لحن بیانیه به این دلیل تند بود که شاه می‌خواست دولت آمریکا را بترساند. در روایات بیانیه‌های بعدی دولت ایران دیگر اشاره‌ای به دولت بیگانه به چشم نمی‌خورد، ولی در همان روز بیانیه اول شاه خواستار دیدار فوری با سفیر آمریکا سلدن چپین شد. به گفته سفیر آمریکا، شاه به لحنی که خشم و دلزدگی از آن برمی‌آمد به چپین گفت مقامات آمریکایی به صرف دیدار خود با قرنی او را به توطئه کودتا تشویق کردند. سفیر آمریکا کوشید شاه را متقاعد کند که دولت آمریکا هیچ نقشی در طرح قرنی نداشته. در این حال دولت آمریکا نگران واکنش شاه بود. می‌ترسید که شاید شاه بخواهد برخی از اعضای سفارت را به جرم همدلی با کودتاچیان از ایران اخراج کند. برای جلوگیری از این احتمال دولت آمریکا به شاه هشدار داد اگر دولت ایران خواستار خروج برخی از اعضای سفارت آمریکا شود، آنگاه قاعدتاً لایحه کمک به ایران در کنگره آمریکا با دشواری روبرو خواهد شد. آمریکا دست کم در مورد طرح کودتا علیه شاه سکوت کرده بود و حال تهدیدش می‌کرد که اگر واکنشی نشان دهد، کمک از آمریکا را دریافت نخواهد کرد. تهدید آمریکا دست کم برای مدتی مؤثر افتاد. روز بعد از دیدار شاه و سفیر آمریکا، دولت ایران بیانیه تازه‌ای صادر کرد. لحنش در قیاس با بیانیه قبلی آشکارا متفاوت بود. این بار دولت ایران گفت که از میان کودتاچیان تنها 5 نفر از آنها با مقامات خارجی تماس گرفته و از آنها کمک طلبیده بودند و وعده داده بودند در صورت دریافت این کمک در آینده منافع این کشور را تامین خواهند کرد. در این اعلامیه تاکید شده بود که این دولت خارجی پیشنهادات توطئه‌گران را رد کرده بود. ولی آرامشی که این بیانیه ایجاد کرد دیری نپایید. یکی 2 روز پس از پخش بیانیه شاه خبردار شد که بزرگمهر در آتن با معاون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرده است. معلوم نیست خبر این دیدار را چه کسی و به چه نیتی به شاه داد. قاعدتاً حدس میتوان زد که شاپور رپورتر و سرویس اطلاعاتی انگلیس از انتقال چنین خبری منتفع میشدند. شاه دوباره به خشم آمد. بار دیگر سفیر آمریکا به دربار احضار شد. چپین میدانست که دیدارش با شاه پرتنش خواهد بود. از وزارت امور خارجه آمریکا در باب نحوه برخورد با شاهی که میدانست پرخاشگر خواهد بود کسب تکلیف کرد. این بار جواب دالاس حتی از گذشته که شاه را به قطع کمک آمریکا تهدید کرده بود تندتر و قاطع‌تر بود. دالاس نوشت شاه باید بفهمد که دیدار معاون وزیر امور خارجه با بزرگمهر از چه نوع بود. رانتری از حضور بزرگمهر در آتن بی‌خبر بود. در آنجا تلفنی دریافت کرد که در آن بزرگمهر تقاضای ملاقات کرد.
این دیدار تنها 20 دقیقه طول کشید. در آن بزرگمهر نه از طرحی برای کودتا سخن گفت، نه از آمریکا تقاضای کمک کرد. صرفاً وضعیت ایران را به طور کلی از منظر خودش شرح داد. رانتری اصلاً از طرح‌های بزرگمهر بی‌خبر بود. نمی‌دانست او اخیراً با چه کسانی رفت آمد داشته است. اصولاً گمان داشت که او هنوز کارمند دولت ایران است. در یک کلام، به رغم ظواهر و شواهد، سفیر آمریکا دستور داشت در مقابل اعتراض شاه به زبان قاطع منکر هر گونه مسئولیتی برای دولت آمریکا شود. باید در این حال به شاه تفهیم کند که بهتر است این مسئله را پیگیری نکند. اما در آن دیدار شاه احساس کرد در موقعیتی قرار دارد که از دولت و سفارت آمریکا بخواهد هر گونه تماس با مخالفان رژیم را از طرف دیپلمات‌ها و ماموران اطلاعاتی پایان بخشند. علاوه بر آنچه شاه در آن دیدار به سفیر ابراز کرد، در آن روزها چند تن از مقامات بلند پایه ایران و دربار و سفارت آمریکا خواستند که نه تنها تماس با مخالفان رژیم را پایان بخشند، بلکه حتی با مخالفان در مجلس هم تماس برقرار نکنند. دولت آمریکا در آن زمان قاطعانه به این خواست شاه جواب رد داد. چپین در جواب به ماموران وزارت امور خارجه گفته بود، واکنش دولت ایران چه خواهد بود اگر ما از سفارتش در واشنگتن بخواهیم که از تماس با نمایندگان حزب دموکرات احتراز کند؟ پاسخ دولت انگلیس به تقاضای مشابهی از سوی شاه و رژیمش حتی قاطعانه تر بود. استیونز سفیر وقت انگلیس گفته بود، ما حاضر نیستیم خود را در برج عاجی محبوس کنیم، چنین کاری به نفع هیچ کس نیست. در برابر مقاومت قاطع آمریکا و انگلیس، شاه به تدریج موضع خود را تعدیل کرد. می گفت در واقع تنها خواستش این است که مقامات ارتش آمریکا وارد بحث امنیتی و سیاسی با افسران ارتش ایران نشوند. حدود 7 سال بعد، وقتی شاه خود را در موضعی قدرتمندتر یافت، دوباره مسئله قطع تماس سفارت‌های آمریکا و انگلیس با مخالفان رژیم را پیش کشید. دیگر در آن زمان نیازی به کمک‌های مالی آمریکا نداشت. خود آمریکا هم هر روز بیشتر در جنگ ویتنام درگیر می‌شد. در آن مقطع نه تنها آمریکا که انگلیس هم خواست شاه را پذیرفتند. حاصل این تصمیم غفلت از درک شرایط واقعی ایران و عدم پیشبینی انقلابی بود که خود یکی از بزرگترین شکست‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم بایدش دانست. در مورد کودتای به ظاهر نافرجام قرنی، نکته بسیار مهم دیگری را هم باید مد نظر داشت. کودتا لو رفت و قرنی مدتی به زندان افتاد، ولی آنچه طرح و برنامه قرنی بود تا حد زیادی در کابینه امینی تحقق پیدا کرد. نه تنها قرنی هم امینی را برای نخست وزیری برگزیده بود، بلکه بسیاری از اعضای کابینه امینی دقیقاً همان کسانی بودند که قرنی هم برای کابینه بعد از کودتا برگزیده بود. به علاوه امینی هم چون قرنی بر آن بود که شاه باید سلطنت کند نه حکومت. درست در همان ماهایی که شاه با بحران قرنی دست و پنجه نرم می‌کرد، بحران دیگری این بار در زندگی خصوصیش رخ داد. مدت‌ها بود شایعه سردی در روابط شاه و ملکه بر سر زبان‌ها بود. نه تنها سفیر انگلیس که بسیاری از نزدیکان شاه هم شاهد بودند که چگونه به تدریج شادی و شیطنت‌های مهرآمیزی که وجه مشخص رابطه شاه و ثریا بود به اندوه و بی‌تفاوتی بدل شده بود. دیگر در سال 1958-1337 شکی باقی نبود که ثریا از بیماری زنانه نادری رنج می‌برد که مهمترین حاصلش دست کم برای او که ملکه ایران بود نازایی به شمار می‌رفت. سفرهای مختلف به مراکز پزشکی ویژه نازایی در غرب همه بی‌فایده از آب در آمده بود. در واقع نخستین سفر برای معالجه این مسئله در سال 1951-1330، یعنی حدود 1 سال بعد از ازدواج شاه و ثریا صورت گرفته بود. در آن زمان دربار در اعلامیه خبر داد که ملکه برای مداوای پزشکی به اروپا سفر خواهد کرد. به محض پخش اعلامیه این خبر در شهر شایع شد که ملکه نازاست. ولی به گفته ثریا، با اینکه این مسئله در همان سالهای اول ازدواج هم مطرح بود،
ولی تا زمانی که شاه برای حفظ تاج و تختش درگیر نبرد با مصدق بود، مسئله فقدان ولیعهد چندان محلی از اعراب نداشت. اما پس از پایان ماجرای مصدق، توجه شاه بیشتر و بیشتر معطوف به تولید اولادی ذکور بود. هنگامی که در اکتبر 1954 آبان 1333 برای سفر دور و درازشان به آمریکا برنامه ریزی می کردند، روزی شاه به ثریا گفت که در مورد مسئله جانشینی سخت نگران است. ثریا گویا از لحن شاه به تعجب آمده بود. در هر حال شاه توصیه کرد که در طول سفر با متخصصان نازایی مشورت و دیدار کنند. البته از مدت‌ها پیش شاه نگران مسئله جانشینی بود. از جوانب مختلف هم به این خاطر تحت فشار قرار داشت. مدتی شایع بود که می‌خواهد تنها فرزندش شهناز را به جانشینی برگمارد. این خبر به ویژه در اوایل 1954-1333 بر سر زبان‌ها بود. مطبوعات تهران در آن زمان به این نکته اشاره کردند که انتخاب شهناز به عنوان ولیعهد بدون تغییر قانون اساسی شدنی نیست. گفته می‌شد بعضی از برادران جاه طلب شاه در چاپ این مطلب در مطبوعات نقش داشتند. متهم ردیف اول این کار علیرضا بود. به عنوان تنها برادر تنی شاه در میان برادران او، تنها کسی بود که قانوناً می‌توانست به سلطنت و پیش از آن به ولیعهدی برسد. با مرگ علیرضا مسئله جانشینی اهمیتی دوچندان پیدا کرد. این فشارها و تنش‌های درباری زمانی شدت حتی بیشتری گرفت که شهناز با اردشیر زاهدی ازدواج کرد و در مصاحبه‌ای خبر از حاملگی خود داد و اضافه کرد که اگر فرزندش پسر باشد، آنگاه این پسر طبعاً ولیعهد ایران خواهد بود. شاه گویا به ویژه از گفته‌های شهناز برآشفته بود. در خلوت به یکی از معتمدان خود گفته بود یک زاهدی نمیتواند سلطنت پهلوی را ادامه دهد. فشارها و پچپچها و زخم زبانها هر روز فضا را بر ثریا تنگتر میکرد. کم کم متوجه میشد که شاید دوران ملکی بودنش دیگر دیری نخواهد پایید. در ژوئیه 1957 تیر ماه 1336 از وضعیت خود به شاه شکایت کرد. گفت این وضع قابل ادامه نیست. به شاه پیشنهاد کرد که قانون اساسی را طوری عوض کند که بتواند یکی از برادران ناتنیش را به ولیعهدی برگزیند. گویا شاه در جواب به ثریا گفته بود تغییر قانون اساسی مستلزم تأیید گروهی از ریش سفیدان مملکت است. واضح است که در قانون اساسی چنین ماده‌ای وجود ندارد. شاه خوب می‌دانست که تغییر قانون اساسی مستلزم تشکیل مجلس مؤسسان بود. معلوم نیست که روایت ثریا و اشارهش به گروهی از ریش سفیدان نشان دیگری از بی اطلاعی او از قوانین مملکت بود؟ آیا شاه به مجلس مؤسسان اشاره کرده بود و ثریا به لحاظ بی خبری و بی دقتی آن را ریش سفیدان تعبیل و تغییر داده بود؟ امکان دیگر این بود که شاه قصد نداشت دل ثریا را بشکند و به صراحت بگوید که رغبتی به تغییر قانون اساسی ندارد و ترجیح می‌دهد فرزند ذکور خود او سلطنت را ادامه دهد. لاجرم تأیید ریش سفیدان را بهانه کرد. از خاطرات ثریا و از اسناد دیگر نمی‌توان پاسخی قطعی به این پرسش‌ها داد. از کردار شاه البته استنباط‌هایی می‌توان کرد. ثریا ادعا می‌کند که گرچه در آغاز شاه مخالف فکر تغییر قانون اساسی بود، اما بعد از مدتی به این راه حل تمایل پیدا کرد. گفت گروه ریش سفیدان را برای انجام این تغییر تشکیل خواهد داد. در این حال قرار شد ثریا مملکت را ترک کند و در مدتی که این ریش سفیدان مشغول رایزنی و تغییر قانون اساسی اند در ایران نباشد. به نظر می آید که قول شاه به تشکیل گروه بیشتر برای دلخوشی ثریا بود. قولی بود که خروجش از مملکت را آسان تر می کرد. اگر به راستی قصد تغییر قانون اساسی را داشت، خروج ثریا به هیچ روی شرط لازم برای این کار نبود. به علاوه شاه می دانست که تغییر قانون اساسی در جهتی که موقعیت ثریا را به عنوان ملکه تثبیت کند مورد مخالفت شدید مادرش قرار خواهد گرفت. در آن زمان تنش و تلخی روابط ثریا با مادر شاه نقل محافل درباری بود. حتی شایع بود که در 3 سال آخر ازدواجش با شاه ثریا حتی یک بار پا به کاخ ملکه مادر نگذاشته بود.
برای شاه اما دیدار منظم با مادرش از واجبات بود. ظاهراً ترکیبی از مهر فرزندی و بیم از خشم مادرش شاه را به این دیدارها تشویق و ناچار می‌کرد. بالاخره در 13 فوریه 1958، 24 بهمن 1336، بیش و کم همزمان با 7 سالگرد ازدواج شاه و ثریا، ملکه ایران کشور را به قصد اروپا ترک کرد. در ظاهر سفری تفریحی بود. می گفتند هدفی جز استراحت در کار نیست. در واقع از چند ماه قبل از سفرش ثریا می دانست که قاعدتاً دیگر بازگشتی در کار نخواهد بود. به همین خاطر در آن ماه‌ها کارهای خصوصی خودش را رتق و فتق کرد و هر آنچه را که به خودش تعلق داشت جمع آورد.